که از این طریق، یعنی طریق میشه گفت توازن قوا در خاورمیانه بتونه یعنی استقرار خودش رو بتونه ادامه بده. برای اینکه از یک طرف شما نگاه بکنید، نه با دول همسایه خودش یعنی که از روابط دیپلماتیک داره، از آرامکو رو که زده بگذاریم، تا اینکه روابطی که با عراق و لبنان از طریق گروه های نیابتی که ایجاد کرده که تروریستی خوانده شدن، چه از طریق کمک های پشتیبانی نظامی امنیتی و موشکی و پهپادهای انتحاری که در اختیار حوثی ها گذاشتن، تا اینکه در سوریه و حزب الله و غیره، نه لبنان خواستار این شهرآشوبی هست و جنگ افروزی جمهوری اسلامی هست، نه عراق، و همینطور که میبینیم حماس و جهاد اسلامی که یعنی پشتوانه مالیشون میشه گفت جمهوری اسلامی هست، در این دولت ائتلافی که در اسرائیل ایجاد شد، بنت لاپید و منصور عباس، در اصل منصور عباس گیم چنجر بود، منصور عباس کینگ میکر بود، در اصل منصور عباس بود که با گرفتن 56 میلیارد دلار تعهد آمادگی اون رو داشت که بیاد و بنت و لاپید رو یعنی استعمار سرخ و سیاه در کنار یکدیگر قرار گرفتن در یک دولت پس از زاینیستی که بتونه روی کار بیاره این دولت رو. در حال حاضر دولت موقتی هستش که 3 ماه دیگه ما انتخابات دیگری خواهیم داشت در اکتبر. روی هم رفته اگر ما نگاه بکنیم آنچه که در حال حاضر در خاورمیانه داره میگذره، اگر دیروز تا سال میشه گفت 79 و سقوط شاه فقید صحبت از اسرائیل هراسی بود، امروز صحبت از ایران هراسی است. نظر من و برها اندیشکده پارس یهود ایرانیان در اورشلیم بر این هستش که استعمار جهانی به دنبال پیوند دو ملت برحال پایبندی و آنچه که این دو ملت 2700 سال با یکدیگر داشتن نیست، یعنی که استعمار جهانی به دنبال مشت و بندان هست بین این دو که بتونن تا اونجا این کنه، از یک طرف ایران هراسی، از یک طرف اسرائیل هراسی که تا دیروز بوده. اگر هم نگاه بکنید روند هنوز ادامه داره. و اون چیزی که پرسش که یکی از خانوم ها پرسیدن، خانوم هانا پرسیدن، به نظر من اسرائیل موفق شده تهدیدهای خودش را تبدیل به فرصت بکنه و با درایت کامل عمل کردند. از نابخردی آنان میشه گفت، آنان که در قدرت، سردمداران که در ایران بودن، موفق شدن به هر حال آنچه که میشه گفت پیمانهای ماهواره‌ای بوده از طریق کشورهای دور تا دور خودشون تا عبد عربستان رسیده، تا میشه گفت به گونه به ترکیه، به مراکش، و الان صحبت از حتی قطر نیز هست و به جز امارات، ابوظبی، بحرین و غیره، صحبت نه فقط صحبت از ناتوی عربی هست به عنوان یک هماهنگ کننده یا به هر حال گسترش پیمان ابراهیمی نظامی امنیتی، بلکه به دنبال یک روند بازدارندگی هستند که بتونن در قبال آنچه که پیش خواهد آمد از طریق پرتوی آهنین و گنبد آهنین در فقدان یا آنچه که توانایی هایی که آمریکا میبایست نشان بده در این زمینه، که در دوران اوباما ما دیدیم که چجوری جا خالی داد، و بایدن نیز سفرش به اسرائیل و سفرش به عربستان به خاطر چشای آبی این دو نبوده، بلکه به دنبال آن هستش که به حال محبوبیت خودش رو در آمریکا بالا ببره، که به صحبتی از صحبت 46 درصد رسیده، یعنی که کاهش و کاهش یفته، که بتونه شاخص هزینه زندگی که بالا رفته رو بتونه از طریق صدور
نفت با وجود نقض حقوق بشر و کشتن قاشقچی و بگذاریم مسائلی که حقوق بشر در عربستان بوده به گونه چشم‌پوشی بکنن و بیاد دستبوس محمد بن سلمان و به گونه مشروعیت ببخشه به ولیعهدی اون و اینی که ما نیاز به شما داریم که از این طریق نیست اون رو به گونه بیان اون تداوم همکاری که ممکنه با اوپک پلاس داشته باشن با روسیه داشته باشن رو یا خرید اسلحه از آنان رو یا توازن قوایی که اینها میخوان بین روسیه و چین و آمریکا ایجاد بکنن رو به گونه برهم بزنن. به هر حال چکیده کلام این که ما در آستانه ساختن بمب اتم هستیم از طرف جمهوری اسلامی و نظر من بر اینه که به گونه ای نیست حتی همچین مسئله پیش نیاد وضعیت کنونی و آنچه که اسناد محرمانه که موساد در از 6 ساعت 29 دقیقه موفق شدن از ایران خارج بکنن یعنی که گروه های ریزشی از پاسداران نکنه نیاز به دست کم 100 نفر سردار و نیروی انتظامی و افراد اطلاعاتی و امنیتی داره یعنی ریزش در حال حاضر در اطلاعات به قدری زیاد هست که حتی تونستند به گونه ای میشه گفت حتی تائب رو به عنوان یک شاهمیخ بتونن تکونش بدن یعنی تا این اندازه تأثیر میتونن داشته باشن ولی از طرف دیگه به خاطر اینکه نمیتونن مقابله بکنن با این ریزش ها دوشنبه پنجشنبه 2 نفر 3 نفر رو بیگناه میگیرن خب از برادران کرد ما باشن که از نظر اونها چه بهتر برای که 1001 مورد رو از این نظر داشتیم برای که بتونن یک جو امنیتی ایجاد کنن در کنار حجاب اجباری با زور و زر و تزویر و زمسی با سپاس.